الو سلام خانم دکتر، احوال شما چطوره؟ خسته نباشید. متشکرم. من از اروپا زنگ میزنم خدمتتون. بفرمایید. امروز ما رو اروپا بارون کردید. 32 سالمه، شوهرم 41 سالشه. سوالی که داشتم اینه که ببخشید میپرسم، این که معمولا زن و شوهر رو هفته چند بار با هم رابطه جنسی دارن و اینکه چه چیزایی روش تاثیر میذاره، یعنی که از کجا میتونم اطلاعات کسب کنم راجع به اینکه چه چیزایی بیشترش میکنه یا کمترش میکنه. اوکی، بذارید ببینم من اول سوال شما رو فهمیدم. شما گفتید خودتون 32 سالتونه، همسرتون 41 سال. آیا به طور عادی افراد تو این سنین باید چند بار با هم رابطه جنسی داشته باشن؟ بله بله. آیا در واقع داری میپرسی که یکی از شما خواهندگی بیشتری داره که اون یکی مایل نیست؟ بله. اونی که مایل نیست شمایید؟ نه. او مایل نیست همسرتون؟ نه، میخوام بدونم اصلا در حالت عادی چقدر باید باشه، چون تمایلی نمیدونم که مثلا چه. ببین اون چه که مسلمه شما تو پیک خواهندگی جنسی هستی الان. اونم قاعدتا باید اونجا باشه، مگر اینکه یه مشکلی وجود داره. شغلش چیه و چقدر کار میکنه؟ توی فروشگاه کار میکنه و هفته 5 روز. یعنی خیلی کارش زیاد نیست که بهانه خستگی داشته؟ نه، ولی مشکلات مالی هم داره. یعنی فکرش گرفت داره. ببین تنها دو سه کتابی که در مورد رابطه سن و رابطه جنسی آمار به دست ما دادن، برای مدلی که تو میگی، من چیزی که تو ذهنم الان هست کتاب جانسن جانسونه و یکی کتاب به اصطلاح رادیک کافمنه و یه کتاب دیگه هم که الان عنوانش یادم نیست، که اینا میگن که مدل این سنینی که شما میگید الان تو این رنج سنی، یعنی میگن بین 30 تا 45 سالگی، معمولا زوجها در شرایط عادی بین 2 تا 3 بار در هفته رابطه جنسی دارن. حالا شرایط عادی یعنی چی؟ یعنی یه جراحی که دائم داره کار میکنه تو اتاق جراحیه، اون یه همچین فرمولی رو نمیتونه دنبال کنه، یا یه کسی که شغلش رو از دست داده یا نگرانی های دیگه داره، چون عواملی مثل نگرانی اثر میذاره، عواملی مثل بیماری قند رو خواهندگی جنسی اثر میذاره، عواملی مثل تجربیات یا تراماهای جنسی در دوران کودکی یا نوجوانی اثر میذاره، عواملی مثل عدم تجانس شیمیایی یا آناتومیک بدن رو این مسائل اثر میذاره، و شما باید ببینی که همسر شما به چه دلیل اون میزانی که شما مایلید مایل نیست رابطه جنسی داشته باشه. بعد اگر عوامل دیگری رو شناسایی نکردید، باید به یک دکتر اورولوژیست مراجعه کنه تا ببینه که آیا تعادل هورمونی و توازن هورمونی داره یا نه. متشکرم. افسردگی هم روی ناتوانی یا ضعف جنسی یا نخواستن ارتباط جنسی اثر جدی میذاره.